در 60 دقیقه ایران در دوراهی کرونا. سخنگوی دولت ایران میگوید ادامه تعطیلی ها دست کم 4 میلیون نفر را بیکار میکنند. از میهمانان امشب میپرسیم در چه شرایطی باید به قرنطینه پایان داد و آیا فشارهای اقتصادی در نهایت کشورهای دیگر را هم مجبور میکنند راه دولت ایران را بروند. همچنین در برنامه امشب آلمان رکورددار پایین‌ترین آمار مرگ بر اثر کرونا در اروپا، راز موفقیت سیاست‌های بهداشتی برلین چیست؟ بازداشت معترضان به آمارهای دولتی شیوع کرونا در ترکیه، نهادهای حقوق بشری می‌گویند حکومت‌های سرکوبگر واقعیت را پنهان می‌کنند. خوب است که هوشمند باشد کرونا، ای کاش بگیرد اصل کاری ها را. و بابک رجبی خواننده و آهنگساز از روزهای قرنطینه میگوید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. مرگ و میر کرونا در ایران و جهان اوجی تازه گرفته. بیشتر از 1,730,000 مبتلا در شرق و غرب عالم. اکثر کشورها بر ادامه مقررات شدید منع رفت آمد و قرنطینه سفت و سخت شهرها تاکید کردند. ولی در ایران فعالیت شغلی هزاران و بلکه میلیون ها نفر از سر گرفته شده. کلید خوردن طرحی که دولت ایران از آن تحت عنوان فاصله گذاری اجتماعی هوشمند یاد می کند. سخنگوی دولت ایران هم گفته که ادامه تعطیلی ها می تواند باعث بیکاری دست کم 4 میلیون نفر و تعطیلی گسترده بخش تولید شود. ولی آیا ویروسی که در 24 ساعت گذشته فقط در آمریکا 2000 قربانی گرفته فاصله گذاری هوشمند سرش می شود؟ در خود ایران هم آمارهای رسمی مرگ 125 نفر را در شبانه روز اخیر نشان می دهد. در کل شمار موارد مرگ در ایران از 4000 نفر گذشته و نشانه ای از کاهش موارد مرگ یا ابتلا نیست. اگر طرح هوشمند جواب ندهد چه؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از علی همدانی. ساعت 6:30 صبح شنبه 23 فروردین اتوبان امام علی تهران و سیل ماشین ها. ترافیک سنگین، کارمندانی که با آغاز طرح فاصله گذاری هوشمند به سر کارها باز می‌گردند. ادارها باز شدند، مغازه‌های به گفته دولت ضروری هم باز. در شهری که به گفته رئیس ستاد مقابله با کرونا شهرداریش از سایر نقاط کشور بدتر است. تلویزیون ایران گزارش کرده ترافیک بسیار سنگین ناشی از ترس عمومی از وسایل نقلیه عمومی است. معاون وزیر بهداشت گفته بیش از 1/4 موارد انتقال ویروس در وسایل نقلیه عمومی بوده. آقای روحانی در جلسه با رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت جلساتی که تقریبا هر روز برگزار می‌شوند، دیدار رئیس جمهوری اسلامی ایران با مسئولین مرتبط با مهار کرونا. با وجود اصرارها دولت ایران شب عید اقدام به اجباری کردن ماندن مردم در خانه‌ها کرد. اداره‌ها و مراکز عمومی که معمولاً در طول نوروز تعطیل بودند، تعطیل ماندند. حالا اندکی بیش از یک هفته بعد از پایان تعطیلات، در جریان آنچه طرح فاصله‌گذاری هوشمند خوانده شده، اداره‌ها باز شدند. اقدامی که با انتقاد برخی مواجه شده که میگویند در عمل خبری از قرنطینه آنطور که در بسیاری از نقاط جهان رایج است نبوده. رئیس جمهوری ایران اما میگوید شیوه به کار گرفته شده در ایران بسیار موفق است و مطابق با فرهنگ ایرانی. در فاز مدیریت شده بیماری کووید 19 سخنگوی وزارت بهداشت ایران همین روزها را روزهای مدیریت شده بیماری کووید 19 خوانده. آماری که دولت هر روز در جریان این کنفرانس خبری منتشر می‌کند همچنان روند افزایشیش ادامه دارد. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به کووید 19 به 70,029 نفر و شمار درگذشتگان به 4,357 نفر رسیده. آمار و نسبتی که بسیاری به دیده تردید به آن می‌نگرند. با وجود وعده‌های دولت بسیاری همچنان در غم نانند. با وجود شیوع بیماری و فاصله با مهارش شاید همین دلیل بازگشایی مراکز تولید باشد. کارگر ساده ام تو میدون وای میشم. این اظهارات کارگران روزمزد که خبرگزاری ایسنا از ایران مخابره کرده. این آقایی که صحبت های تو رسانه ملی داره صحبت میکنه قبل از عید بود با من نفری نمیدم 2600 تومن میریزم به سمت سرفرستا. چی شد؟ قرار بود به مردم کمک کنن، هیچی به ما ندادن. شبکه شیش الان هر روز اعلام میکنه آقا ثبت کالا میدیم،
600 تومان پول میدیم، یارانه اضافه میشه، ولی ما ندیدیم. اگه کارت شماره کارتامونو بگیرن، اگر ریختن بگین آقا چرا دروغ میگید. یه تومن من تا حالا ندیدیم. یارانه که مرد دولت میده به مردم به کجاش میرسه؟ هیچ پول برنج، یک کیسه برنج هم نیست بخره بخوره، هیچی نداره که بخوره. تجلی عشق به منجی عالم بشریت، تصاویری که در رسانه‌های ایران بسیار دیده می‌شود. افرادی غیر مرتبط با بهداشت و درمان مشغول به قول رادیو تلویزیون حکومتی کمک به کادر درمان. این طلبه‌های قومی مشغول ضد عفونی معابر. فقط به این عزیزان میتونم این مسئله رو بگم که یا این یکی برگزاری مراسم تقدیر از کادر درمانی توسط مساجد در شرایطی که گرد همایی‌ها منع می‌شوند، این روحانیون اهل خوی با حضور در بیمارستان‌ها مراسم قدردانی از کادر درمان برپا کردند. اقداماتی بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی و با پشتوانی تبلیغات گسترده از رادیو تلویزیون حکومتی. علی همدانی، بی بی سی. همونطور که در خبرها دیدید، در بسیاری از استانهای ایران امروز ادارات و کسب و کارها بعد از هفته‌ها تعطیلی باز شدند، ولی تردد همچنان در سایه بحران شیوع کرونا است. تعدادی از مخاطبان بی بی سی فارسی از تجربه خودشون برای رفتن به محل کار گفتند. الان شنبه 23 فروردین، ترافیک فوق العاده سنگین اتوبان همت تهران سسته بعد از ظهر. هر دو مسیر رفت و برگشت تقریبا یه میزان ترافیک دارن. مترو تهران شنبه ساعت 4 بعد از ظهر. واقعا وضعیت ترافیک امروز خیابون‌ها بسیار وحشتناک بود که وقتی من اصلا امروز این ترافیک رو دیدم حیرت زده شده بودم از اینکه واقعا اینجوری ما می‌خوایم این بیماری رو مهار بکنیم. این یعنی بی تدبیری دولت باید باشه که نمیتونه واقعا یه قرنطینه اعلام بکنه و مردم اینقدر راحت در سطح شهر تاکسی ها هیچ گونه رعایت فاصله گذاری، اتوبوس ها، مترو ها و این شرایط به این وضع بخواد پیش بره، هم آمار مبتلاها خیلی بیشتر میشه و حالا به هیچ عنوان این بیماری مهار نخواهد شد. خواستم بگم این طرح فاصله گذاری هوشمند با این وضعیت حمل و نقلی که هست تو تهران اصلا امکان پذیر نیست. من برای رفتن به سر کار مجبورم یه کورس یا اتوبوس سوار شم یه تاکسی که توی فضای تنگ تاکسی که حداقل 5 نفر نشستم من نمیدونم چجوری میتونم فاصله بگیرم از اون آدم ها. تو اتوبوس هم که وضع به همین منوال، امروز سوار شدم و واقعا نمیشد. من فکر میکنم الان کرونا گرفتم. وقتی برگشتم خونه فقط تونستم به فرزندم و خانومم بگم که من فاصله بگیرید، مبادا من کرونا داشته باشم. در خصوص این خبری که در صورت تردد زیاد مسافران مترو ماسک باید اجباری باشه، من میخواستم این نکته رو بگم که تعیین اجبار بدون ارائه راه حل عملی فکر شده و برنامه ریزی شده و خب در نظر گرفتن منابع برای اجرا امکان پذیر نیست. این سوال ها مطرحه که آیا ماسک در این حجم در نظر گرفته شده؟ اگر در نظر گرفته شده چطوری در اختیار مردم قرار میگیره؟ آیا ماسک کافیه؟ چون اون فاصله اجتماعی باز هم وجود نخواهد داشت. و سوالات دیگه‌ای که من فکر میکنم که شاید متخصصان این امر که توی ستاد مبارزه با کرونا هستن بتونن بیشتر و بهتر بررسیش کنن. تجربه شماری از بیننده ها و شنونده های ما که با ما در این زمینه صحبت کرده بودند، موضوع رو با یک پزشک و همینطور یک اقتصاددان به بحث میگیریم. دکتر یاسر قرشی پزشک از تورنتو با ما هستند و همینطور جمشید دمویی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا از شهر تاوزند اوکس کالیفرنیا. اول از آقای دکتر قرشی سوال‌ها رو میپرسم. آقای دکتر، چند روزه که دارن درباره فاصله گذاری هوشمند حرف میزنند، معلوم شده که مفهوم این فاصله گذاری هوشمند چیه؟ سلام عرض میکنم. والا تا اونجایی که من خوندم و دیدم خیلی مشخص نیست که منظور از این فاصله گذاری هوشمند چی هست، به چه شکل میخوان این در واقع ویروس قرار هوشمند باشه،
مردم قراره هوشمند عمل کنن واقعا مشخص نیست به این چه شکلی هست. بیشتر به نظر میاد فقط یه اسمی انتخاب کردن فعلا حالا تا ببینن چی پیش میاد. در کشورهای دیگه که قرنطینه رو اعمال کردند گفتن که افراد باید دست کم 2 متر از همدیگه فاصله بگیرن اگر مجبور هستند. در ایران به نظر میاد که این رعایت نمیشه علارغم حرف از فاصله گذاری، فاصله ها خیلی کمتر اونجایی که تازه خطکشی صورت گرفته. چرا 2 متر؟ توجیه پزشکی و علمی داره این؟ در واقع بیشتر به خاطر اینه که ویروس وقتی از طریق ذرات تنفسی منتقل میشه به واسطه صحبت کردن یا حرف زدن افراد ممکنه که ویروس از دهانشون خارج بشه، احتمال اینکه تا فاصله 2 متر به راحتی منتقل بشه خیلی زیاده. بنابراین فاصله ایمن برای اینکه ویروس به نفر بعدی سرایت نکنه 2 متره. خب آقای دکتر، ما تصاویری از ایران داشتیم از ترافیک تهران، از شبکه حمل و نقل عمومی مزدحم. با توجه به شناختی که از ایران داریم، امکان رعایت فاصله اجتماعی بدون قرنطینه کامل وجود داره؟ یعنی مثلا فکر میکنید که بشه هم افراد سر کارشون حاضر بشن هم اینکه این محدودیت ها رو رعایت کرد؟ با توجه به زیرساختایی که توی جامعه ایران داریم و نوع در واقع رفتارهای روزانه ما ایرانی ها، خیلی خیلی بعید میدونم بدون قرنطینه کامل بشه به این فاصله گذاری اجتماعی دست پیدا کرد. منتها خب از طرف دیگه قرنطینه هم شرایط خودش رو میطلبه که یکی از در واقع زیر ساختهای لازم برای قرنطینه کامل وضعیت اقتصادی پایداره. اگر با توجه به وضعیت اقتصادی که توی جامعه داریم بخوان قرنطینه کامل برقرار بکنن، فکر میکنم که زیادی از افراد دچار مشکل بشن. احتمال میدم که کاست بنفیت کردن، یعنی سود و زیان رو دارن بررسی میکنن ببینن آیا در واقع زیانهای ناشی از عدم رعایت قرنطینه بیشتر خواهد بود یا در واقع سودمون. یعنی بیشتر فکر میکنم الان دیگه داستان از سمت جان انسان‌ها سوق پیدا کرده به سمت بررسی سود و زیان اقتصادی که در به چه شکلی میتونه بیشتر مفید باشه برای جامعه. اگر همچنان در حوزه سلامت باقی بمونیم، این مدل یعنی این فاصله گذاری هوشمند اگر کار نکنه از نظر پزشکان چه اتفاقی میفته؟ قطعا باعث در واقع پیک بعدی ابتلا خواهد بود، چون الان گزارش هایی که هست اینه که یه مقداری در واقع شروع شده کاهش میزان ابتلا توی بیمارستان ها. همکارا میگن که تخت ها خالی هست به نسبت، ولی اگر به این شکل انجام بشه قطعا دوباره یه پیک بزرگ رو خواهیم داشت که احتمالا نسبت به پیک اول بسیار شدیدتر خواهد بود. و در نهایت آقای دکتر، ارزیابی شما چیه؟ شما اگر بخواید یک مشورت بدید به دولت مردان در ایران با توجه به تخصص خودتون، چی میگید به اونها؟ به نظر من با توجه به اینکه امکانات قرنطینه کامل توی ایران فراهم نیست، حداقل کاری که میشه کرد اینه که بجز کسب و کارهای ضروری یا ادارات ضروری بقیه کسب و کارها تعطیل باشن. یعنی واقعا ضرورتی نداره الان مثلا کارهای ساختمانی انجام بشه یا ادارات آموزش پرورش باز باشن. بجز چیزایی که خدمات ضروری به مردم ارائه میدن، به نظر من باید بقیه کسب و کارها کلا تعطیل بشن. ممنونم از دکتر یاسر قرشی از تورنتو کانادا. همونطور که اشاره کردیم، جمشید دمویی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا با ما هستن. آقای دمویی، وقتی حرف از فعالیت اقتصادی است قاعدتا صرفه و سود هم مطرحه. در این شرایط فعالیت اقتصادی اصلا به صرفه است؟ نفعی داره در کشوری مثل ایران؟ با درود به شما، همکارانتون، مهمان دیگر برنامه و بینندگان برنامه‌تون. ببینید، مسئله یه قرنطینه یا به چه شدت این قرنطینه باید انجام بشه ابعاد مختلف داره. یک بخشیش همونطوری که اشاره شد در رابطه با امکانات اقتصادی مملکت، بخشی دیگر دیدن در واقع فواید قرنطینه به عنوان یک مولد اقتصادی
و این رو میشه از این طریق ارزیابی کرد، باید از این طریق ارزیابی کرد. و مسئله دیگه مسئله امکانات در واقع درمانی. ببینید من چند رقم میگم که این قضیه باز شکافته بشه و روشن بشه. در مورد آلمان به عنوان مثال، تعداد تستی که برای کرونا انجام شده به عنوان 1% از جمعیت این کشور امروزه حدود 1.6%. در ایران یه چیزی زیر 0.3%. در امریکا با تمام صحبتهایی که میکنن و با تمام حرفهایی که میزنن یه چیزی حدود 0.77%. آلمان به طور معمول حدود 55% تولید ناخالص ملیش رو به عنوان در واقع توزیع مجدد درآمد که عمدتاً کمک کردن به مردم و رسیدن به مسائل نیازهای مختلفشون، چون یه چیز داریم به عنوان فقر، یه چیزی داریم فقر بعد از دخالت دولت. با وجود بر این حال اگر اشتباه نکنم آلمان یه چیزی حدود 1 تریلیون دلار گذاشته که در مورد کرونا خرج کنه. بنابراین اگه در اونجا به قرنطینه داریم فکر میکنیم، با در قرنطینه هم هست، چقدر طول خواهد کشید؟ اینها یک سری محاسبات درمانی بهداشتی است بر اساس ضوابط علمی است، بر اساس این نگاه میکنن که اگر این کارو بکنیم در واقع چه چیزی رو در واقع باید به اجاش بدیم. 100% هزینه اقتصادی داره، ولی اگر به مردم، به فایده اقتصادی، به اطمینان مردم، به برداشتن به صورت سرمایه نگاه کنیم، اینجا حفظ اونها، ادامه اونها، افزایش اونها، تقویت اونها موجب تقویت اقتصاد میشه. اگر نگاه نکنیم، من یک واژه‌ای براش دارم بهش میگم سرمایه سوزی. سرمایه سوزی کرد. حالا مثلا به عنوان مثال در همین خبری که شما دادید صحبت از این بود که دولت میخواد به ما کمک کنه. بسیار. 200,000 تا 600,000 تومان. این رو من یه محاسبه کردم در رابطه با اگر با در واقع خط فقر نگاه کنیم، یه چیزی بین 6 تا 18% درآمدیه که الان زیر خط فقر. اگه با محاسبات دیگه نگاه کنیم میشه 2.3 تا 7%. حتی این کمک بسیار ناچیز هنوز انجام نشد. بنابراین اگه انجام نشه به این صورته. داینامیک اینجاست. بین کمک کردن، برگشتن مردم سر کار، افزایش کرونا، تقویت متزلزلین‌های اقتصادی، بدبختی‌های دیگه. اینها خیلی پیچیده نیست. شما اگه به یک آدمی که نیازمنده کار نکنید برمیگرده سر کار، ویروس توصیه دولت و مصوبات دولت رو نگاه نمی‌کنه. ویروس میره به افراد زنده، به طوری که هست. مسئله دیگه بعد اجتماعی این قضیه است. اغلب اوقات در غالب کشورها وقتی که این مسائل اتفاق میفته، دودش به چشم مستضعفین و فقرا میره. این آدم فقیر برمیگرده میره اونجا. ولی گرفتاری که ما در مورد کرونا داریم اینه که آدم فقیر با آدم غیر فقیر فرقی نداره از نظر کرونا. در جدی شما میخواهید در یک کشور به طور قاطع کرونا رو کم کنید، سرمایه سوزی نکنید، اقتصاد به کار بندازید، در واقع ضوابط این اطمینان مردم رو جلب کنید، باید نگاه کنید ببینید قرنطینه چقدر طول میکشه، قرنطینه رو انجام بدید. همونطور که مهمانتون بهش اشاره کردن بسیار درسته، در بخشی از مسائل اقتصادی اونها سر کار یا باید برن. بعضی از کشورها هنوز به تن به قرنطینه ندادن، مثلا در مورد سوئد گفته میشه، انتقاد هم خیلی زیاده. آیا مدلی غیر از فاصله گذاری اجتماعی هست که هم خطرات ابتلا رو کم بکنه و هم این که بالاخره یک کشور تعطیل نشه کلا؟ ببینید باید اینطوری جوابتون بدم. این یه محاسباتی است که باید ما یک ستاد کرونا هست در ایران، این در تمام جاها هست، درش سادونا هستن، درش متخصصین بهداشت و درمان هستن، آدمای دیگه هستن که تخصصی دارن در زمین. ببین یه مثال کالیفرنیا رو من براتون بزنم. در کالیفرنیا خیلی زودتر قرنطینه شروع شد. چرا؟ به خاطر در کالیفرنیای 40 میلیون نفری 17,000 تخت خوابه. یعنی یه چیزی کمتر از نصف تخت خواب برای هر فرد. در امریکا این 2.8 خیلی کمه. در آلمان 8. در ژاپن 13 است، در کره 12 است یا بیشتر از اینا. شما ببینید وقتی که در کالیفرنیا اینو شنید، گاورنر اینجا، فرماندار اینجا قرنطینه رو داد، هنوز هم داره. آقای شما میگه من میخوام بذارم 12 آفریل باز کنم، آخر آفریل باز کنم، صحبت هایی میکنه. فرماندار کالیفرنیا گفت تا نیمه می. چرا؟ به خاطر که به امکانات خودش نگاه میکنه، میبینه که گزینه قرنطینه بهترین در واقع چی میگن باز پرداخت رو میده. بذارید واژه اقتصادی بگیم.
بازپرداخت میده، بنابراین قرنطینه رو انتخاب میکنه. اگر روش دیگه داشته باشه، سوئد مسلما در این روابط نگاه کرده به قضیه، ببینه از چه طریق. هیچ کشوری به هیچ منطقی نمیتونه به مدلی دست بده که مقدار شیوع کرونا رو ببره بالا، نه در مرحله اول، در مرحله دوم، در مرحله سوم. چرا؟ به خاطری که اون چه که ضرر کرونا است در واقع گرفتاری های بعدی اقتصاد. بعضی از رشته ها هست که شما چه مسابقه بذارید نذارید مردم نمیرن اونجا، مثل مسافرت، رستوران، هتل، غیر و زاره. شما اینها رو به طور کلی برای همیشه از بقالبوی تجارت میندازید اگر کمک های واقعی ساختاری در جهت سرمایه گذاری در مردم نکنید، مخصوصا به مستضعفین که معمولا طبقاتی هستن که بیشتر از مستضعف اینا نرسید. ممنونم از جمشید دمویی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا، و همینطور دکتر یاسر قرشی، پزشک از تورنتو با ما. آمریکا نخستین کشور جهان شد که در 24 ساعت بیشتر از 2000 مرگ بر اثر ابتلا به کرونا ثبت کرده. شمار مبتلایان شناخته شده به این ویروس در آمریکا از 500,000 نفر گذشته و آمار کلی مرگ و میر ناشی از کرونا در آمریکا در حال سبقت گرفتن از ایتالیا است. بیشتر از نیمی از جمعیت جهان در قرنطینه به سر میبرند که باعث فلج فراگیر اقتصادی در جهان شده، ولی سازمان بهداشت جهانی هشدار داده که اگر دولت‌ها عجولانه قرنطینه را پایان دهند، امکان دارد همه‌گیری ویروس کرونا دوباره اوج بگیرد. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. آیین گرامی داشت رزمندگان خط مقدم در نیویورک که در جنگ با کرونا جان باختند. کارکنان بهداشت و درمان. افزون بر سوگواری، اینجا نیز اکنون رسم شده که عصرها مردم در خانه می آیند و برای پزشکان و پرستاران دست می زنند. این کلان شهر اکنون آلوده ترین جا در ایالات متحده به ویروس مرگبار است. نیمی از مرگ و میر بر اثر کرونا در آمریکا از نیویورک گزارش شده است. اما سایه کرونا بر سراسر ایالات متحده سنگینی می کند. این صف دریافت کالاهای ضروری در کالیفرنیا است. میان این همه خبر بد، پژوهشگران نوید خیر می دهند. پیش بینی می کنند آمریکا تا همین جمعه به اوج بحران برسد و سپس در سرپایینی بیفتد. این همان چیزی است که دونالد ترامپ می‌خواهد تا از 20 روز دیگر قرنطینه را شل کند و چرخ اقتصاد را به چرخش بیاندازد. هرچند سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که پایان زودرس قرنطینه می‌تواند فاجعه آفرین باشد. در جنوب آمریکا، در ایالت‌های معروف به کمربند انجیلی، در این روزهای عید پاک بی جشن و آیین، اسقف اعظم سوار هواپیما شده تا از آسمان واسطه رحمت ایزدی برای شهر نیو اورلان شود. باشد تا مسیح این شهر طوفان‌خیز را از این بلای تازه در امان نگه دارد. باز هم جنوبتر، جنوب قاره آمریکا، که به نظر می آمد کمتر از بقیه جهان از ویروس کرونا آسیب ببیند. شمار جانباختگان از کرونا در برزیل از 1000 نفر گذشته. تنها این زاغه‌های در هم تنیده نیستند که می‌توانند کانون بحرانی تازه‌ای در جهان بیافرینند. از اعماق جنگل‌های آمازون هم مرگ بر اثر کرونا میان بومیان گزارش شده. مردمی که بدنشان مقاومت کمتری نسبت به شهرنشینان در برابر ویروس دارد. جای دیگری که همچون برزیل شمار جانباختگان از کرونا از 1000 نفر گذشته، ترکیه است. با رسیدن به این آمار، دولت ترکیه 48 ساعت قرنطینه کامل و سختگیرانه در 2 روز تعطیل آخر هفته در 31 استان اعلام کرده. عدد 1000 اینجا معنای دیگری هم دارد. کمک 1000 لیری، معادل حدود 150 دلار که ماموران دولت در خانه‌های نیازمندان می‌برند. پول را هم فقط به دست زن خانه می‌دهند.
قرنطینه و بستن درهای کشورها ابزاری کارآمد در جنگ با کرونا شناخته شده. اما سر و کله ویروس کرونا در کشور جنگ زده یمن هم پیدا شده که خود به خود سالهاست درهایش بسته است. نخستین مورد ابتلا اینجا از بندر مکلا گزارش شده. شهری که در کنترل نیروهای همپیمان با عربستان سعودی است. همگیری کرونا در کشور فقیر و با امکانات اندک یمن، یعنی وخیم‌تر شدن فاجعه انسانی که این کشور 5 سال است با آن دست به گریبان است. مرتضی فرهمند، بی بی سی. بهمن کلباسی خبرنگار ما از نیویورک با ماست. بهمن، ضمن این که مرگ و میر در آمریکا و خصوصا نیویورک بالاست، ولی خبرهای امیدوار کننده هم به گوش میرسه. فرماندار شهر و همچنین شهردار با اشاره به این واقعیت که این بیمارستان صحرایی که پشت سر من هست و در پارک مرکزی شهر تشکیل شده در هفته های آینده گذشته و دیگر بیمارستان های شهر، تعداد بستری، کسانی که درش بستری شدن، کاهش پیدا کرده در 3-4 روز گذشته. امیدوارن که این، البته به زبان فرماندار از اون جمله معروف، پایان نیست، حتی آغاز پایان هم نیست، ولی پایان اوجگیری، پایان بالا رفتن تعداد مبتلایان ممکنه باشه. به همین جهت در اینی که آمار و ارقام کشته شدگان هم نسبت به تمام این مدتی که آمریکا درگیر کرونا بوده بیشترین هست، هم نسبت به آمار رسمی هر کشور دیگری الان در آمریکا تعداد مرگوری بیشتره، ولی امیدوارن که حالا با آغاز کاهش مبتلایان در 2-3 هفته آینده نتیجه این فاصله گیری اجتماعی رو ببینن و این امید رو فراهم کرده که ما، به قول خودشون، منحنی دیگه داره سافت میشه. اینکه چه مدت بالای 2000 نفر، حدود 2000 نفر مرگ در روز بمونه مشخص نیست، ولی اون چیزی که قطعی است این است که از دید اونها مدل‌ها و تعداد کسانی که بستری شدن و تعداد کسانی که مبتلا شدن کاهشش در روزهای گذشته این امید رو ایجاد کرده که داریم به سمت کاهش میریم. ولی اینکه دقیقاً کی و با چه فاصله زمانی، طبیعتاً بسته به این داره که این آمار و ارقامی که در 2-3 روز گذشته این امید رو ایجاد کرده همچنان پا بر جا بمونه در روزهای آینده و روند کاهش رو ادامه داشته باشه، هم در نیویورک هم در ایالت‌های دیگه. گویی که نقطه اوج این ایالت‌ها متفاوت خواهد بود. نیویورک اگر الان به اوج رسیده، الزاماً به این معنی نیست که در ایالتی مثل میشیگان که درگیر بیماری است یا در کالیفرنیا هم در اوج باشیم. در اینجا باید صبر کرد که در کل کشور این ارزیابی سراسری به دست بدن. در مورد بازگشت به حالت عادی چی گفته میشه؟ کشمکش بسیار زیادی است. از یک طرف میدونیم که آقای ترامپ از همین 2-3 هفته پیش فیز گرفته بود که خیلی خوب دیگه بس، بریم سر کار. معادلات اقتصادی و البته سیاسی بیشتر از همه برای آقای ترامپ مهمه. 6 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری است و هر چه این طولانی تر بشه، این قرنطینه، این نرفتن بر سر کار، به تبع پیامدهای اقتصادی شدیدتر خواهد بود و تاثیرش هم در انتخابات برای آقای ترامپ منفی تر. اما از طرف دیگه کسانی که دور و برش هستن، به خصوص صاحبان کارشناسان سلامت و دکترایی که در این چند هفته با مردم آمریکا صحبت کردن، حرف دیگری میزنن. فرمانداران و شهرداران هم حرف دیگری میزنن و اونا میگن که این کاهش به هیچ عنوان نباید فضا رو فراهم کنه که زودتر از موعد، زودتر از اینکه وقتی که باید اطمینان پیدا کنیم که این بیماری و این ویروس شکست خورده، برگردیم سر کار، که اون وقت ممکن است دوباره یک اوج‌های جدیدی در ماه‌های آینده داشته باشیم. همین شهردار نیویورک در چند ساعت گذشته حرف از این زده که تا پایان سال، پایان سال تحصیلی، دیگه هیچ مدرسه‌ای به حالت عادی باز بار نمی‌گرده، هیچ مدرسه و دانشگاهی باز نمیشه. و فرماندار گفته شاید برای کل این ایالت هم یه همچین تصمیمی بگیرن. در نتیجه حرف 30 روز و حتی 60 روز نیست از دید کسانی که مقام‌های نیویورک، از دید آقای ترامپ و امیدوار زودتر اتفاق بیفته. ممنونم از بهمن کلباسی در نیویورک. آلمان با بیشتر از 122 هزار مورد ابتلا به کرونا از نظر موارد اعلام شده ابتلا در اروپا در رده 4 است. اما این کشور با حدود 2700 مورد مرگ، پایین ترین آمار مرگ بر اثر کرونا را در میان کشورهای پرجمعیت اروپا گزارش کرده. شمار موارد مرگ در اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا حدود 4-6 برابر آلمان است، در حالی که شمار موارد قطعی ابتلا تفاوت قابل توجهی با آلمان ندارد. کاوه مشکات در گزارش خود به دنبال دلیل پایین بودن موارد مرگ در آلمان رفته. آلمان خود را برای دور جدید تست‌های کرونا
هدف از این آزمایش‌ها یافتن پاتن در بین کسانی است که قبلاً به این ویروس مبتلا شدند. آلمانی‌ها در زمینه گرفتن تست کرونا با فاصله از بقیه کشورهای اروپایی جلوترند. ولی سوال اصلی اینجاست که این کشور چگونه توانسته این کار را انجام دهد؟ آزمایشگاه‌ها در آلمان تا یک هفته قبل بیش از 1,300,000 تست ویروس کرونا از مردم گرفتند. در یک هفته گذشته به طور متوسط بالای 166,000 تست در روز. تصمیمی که به نظر می آید روند شیوع ویروس کرونا در این کشور را کند کرده. آمارهای جدید شیوع ویروس باعث به وجود آمدن امیدواری محتاطانه شده. منحنی شیوع ویروس تا حدودی مسطح شده و آمار افراد مبتلا کمی پایین آمده. البته باید از این آمار تعداد افرادی که بهبود پیدا کردن و همچنین کسانی که متاسفانه جان خود را از دست دادن را کم کنیم. آلمان از همان آغاز گسترش ویروس کرونا برنامه آزمایش‌های گسترده را در نقاط مختلف این کشور آغاز کرد. شاید به همین دلیل آمار قربانیان این کشور به نسبت سایر کشورهای اروپایی پایین‌تر است. البته صنایع پیشرفته دارویی و بیوتکنولوژی این کشور نقش عمده‌ای در موفقیت این کشور داشتند. اما قدرت بالای صنایع همه داستان موفقیت آلمان نیست. از ابتدای شیوع ویروس کرونا در این کشور بسیاری از آزمایشگاه‌های خصوصی و دانشگاهی به گرفتن تست کمک کردند. تعداد بالای آزمایش‌ها به مقام‌های بهداشتی این کشور این اجازه را داد تا بتوانند افرادی را که با فرد مبتلا تماس داشتند را شناسایی و سرعت شیوع را کنترل کنند. بسیاری از افراد مبتلا به ویروس خیلی زود شناسایی شدند و از اونها خواسته شد که در خونه بمونن یا با کسی تماس نداشته باشن. همچنین افرادی که احتمال میرفت مبتلا شده باشن شناسایی و از اونها هم تست گرفته شد و اونها هم در قرنطینه نگه داشته شدند. کندی روند شیوع روی پایین آمدن آمار قربانیان و بیماران در آلمان تأثیر داشته است. ولی این وضعیت ممکن است در روزها و هفته‌های آینده تغییر کند. تجربه آلمان نشان می‌دهد آزمایش‌های گسترده در همان ابتدای شیوع ویروس کرونا می‌توانست به کنترل آن کمک کند. کره جنوبی کشور دیگری است که سیاست آزمایش‌های گسترده از همان روزهای اول همه‌گیری را عملی کرد. و نتیجه مانند آلمان کنترل تعداد مبتلایان و پایین آمدن تعداد قربانیان بود. این دو کشور از یک فرمول ساده پیروی کردند. اطلاعات بیشتر در مورد افراد مبتلا کنترل همه‌گیری را راحت‌تر می‌کند. کاوه مشکات، بی بی سی. دکتر پوریا ثابتیان متخصص جراحی عروق در بیمارستان الیزابت در شهر مونشن گلادباخ از آلمان با ماست. آقای ثابتیان ناظر امور بهداشتی و عفونی در بخش‌های همین بیمارستان هم هستند. آقای دکتر خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو ما دادید. می‌خواستم از شما بپرسم که به عنوان یک پزشک نگاه شما چیه؟ از نظر شما کدوم دلیل یا کدوم شیوه باعث شده که آلمان موفق‌تر عمل بکنه در مقایسه با سایر کشورها؟ سلام و درود به همه هموطنان عزیزم، امیدوارم هر جا که هستن سالم باشن و به دور از بیماری. همونجور که شما فرمودین طبق آمار آلمان واقعا نتیجه خیره کننده ای رو در این زمینه داشته و موفقیت خوبی رو کسب کرده. علت ها رو من به 4 علت اصلی میتونم تقسیم بکنم که علت های مهمی هستن. اولین علت در این زمینه میتونه میانگین سن مبتلایان در آلمان باشه که 49 سال هست در مقایسه با ایتالیا که 62 ساله و در فرانسه که 62.5 ساله. خب از اون بعد به ورود کرونا به آلمان این ویروس بیشتر به وسیله افراد جوان ورزشکارا و اسکی بازا وارد آلمان شد، افرادی که بیماری های زمینه کمی داشتن. بعدن افراد میانسال و در واقع کهنسال هم دچار شدن که خب آمار مرگ و میر رو در آلمان برد بالا و از روزی که اپیدمی شروع شد آلمان به سرعت شروع کرد به اقدامات پیشگیری و درمانی که طبق آمار حداقل 3 هفته جلوتر از بقیه کشورهای اروپا اقدامات اصلی و حیاتی رو انجام داد. و مورد دوم آقای دکتر؟
مورد دوم، انجام تست کرونا. همونجور که شما آمار رو اعلام کردید توی گزارش بسیار خوبتون، تست بسیار زیادی رو انجام دادن، از بیماری بسیار زیادی که تا الان بالای 1,300,000 مورد بوده، 400,000 مورد فقط در ماه مارس در یک هفته انجام شده. خب این بیشتر از تمام کشورهای اروپا است. این حالت رو نشون میده که خب افراد بیشتر شناسایی میشن. انجام تست به موقع و زودتر از موعد کمک میکنه به درمان بیماران بدحال از طرفی، و از طرف دیگه خب افراد در تماس شناسایی میشن و قرنطینه میشن، این آمار رو میاره پایین. سومین علت که به نظر من مهمترین علت هست در کنترل آمار مرگ و میر در آلمان، سیستم سلامت آلمان هست که بسیار با دیسیپلین انجام شده. در شروع پاندمی بالاترین تعداد تخت بخش مراقبت‌های ویژه رو یا همون تخت‌های آی سی یو رو نسبت به کشورهای دیگه آلمان داشت که 28,000 تخت بود، که این تعداد الان رسیده به 40,000 تخت. خب این یعنی 34 تخت به ازای هر 100,000 نفر، و این در مقایسه با ایتالیا که 12 تخت به ازای هر 100,000 نفر هست، یا هلند که 7 تخت به ازای 100,000 نفر هست. خب آمار خیره کننده ایه که همونجور که میدونید در هفته های گذشته آلمان مریض های بسیار زیادی رو از ایتالیا، فرانسه، اسپانیا با هواپیما به کشور خودش منتقل کرد و در بخش های مراقبت های ویژه و مورد آخر درمان قرار داد. و مورد آخر هم اعتماد مردم به دولت آلمان هست. ببینید صدر اعظم آلمان خانم مرکل با آرامش و در شفافیت هرچه تمام‌تر از همون روزهای اول با مردم صحبت کرد، توصیه‌های بهداشتی و پیشگیری رو اعلام کرد. وقتی حالت قرنطینه رو اعلام کردن مردم جبهه‌گیری نکردن، سریع اومدن و همکاری کردن، و از طرف انستیتو روبرت کوخ هم هر روز آمار و اطلاعات بسیار مفیدی در این زمینه اعلام میشه که مردم به شدت پیگیری میکنن و این آمار رو رعایت میکنن، و در بیمارستان ها و در واقع مراکز درمانی هم پرسنل درمانی بسیار رعایت میکنن مسئله بهداشتی رو. از تجربه خودتون بگید، مثلا در بیمارستانی که کار میکنید چه تمهیدات تازه‌ای اندیشیده شده؟ ببینید تمام پرسنل درمانی، جراح‌ها، متخصصین داخلی و متخصصین بیهوشی به طور دست جمعی آموزش‌هایی رو در مورد مقابله با این ویروس، در مورد مسائل بهداشتی در بیمارستان، در همون بعد به ورود بیماران به صورت دست جمعی داشتن. آموزش‌های بسیار مداوم و تعیین شده‌ای که با سیستم سلامت آلمان این آموزش‌ها مطابقت داشت. و خب ما خب به عنوان جراح در اتاق عمل به هر حال موارد خاصی رو باید رعایت بکنیم. هفته‌های گذشته خود من به هر حال یک پارگی شریان آورت رو عمل کردم در بیمارستان که تونستیم به هر حال جون مریض رو نجات بدیم، و در حین این عمل جراحی هیچ کدوم از پرسنلی که در این عمل شرکت داشتن دچار سرایت و یا ابتلا به بیماری کرونا نشدن. به خاطر همین آموزش‌ها، به خاطر همین مواردی که ما رعایت می‌کنیم و توصیه‌هایی که واقعاً جدی گرفته میشه و مو به مو رعایت میشه در بیمارستان. و سوال آخر، گفته میشه که خانم مرکل خودش پیشینه علمی داره. او فردی است که گویا تحصیلات آکادمیک علمی داره. خیلی از سیاستمدارها این چیزها رو باید بهشون گفته بشه تا متوجه بشن، ولی او خودش میدونسته. رهبری آنگلا مرکل چقدر اینجا محل اعتنا هست؟ ببینید خوبی که در آلمان وجود داره یک تفکر دست جمعی هست. ایشون با تمام در واقع دولت‌ها، چون همونجور که میدونید آلمان استان‌های مختلفی داره که هر استان برای خودش دولت داره، و اینها توی پارلمان که با هم جمع شدن در مورد مسائل کاملا هر روز صحبت می‌شد، و نتیجه هر جلسه‌شون بلافاصله در کنفرانس خبری به مردم اعلام می‌شد که مردم به صورت شفاف کاملا بدونن. ایشون نقش بسیار بزرگی در این زمینه داره و هنوزم که هنوزه مداوم نقشش رو در واقع نشون میده، و توی هر کنفرانس خبری که ایشون داره ما نتیجهش رو بلافاصله بعد از کنفرانس میبینیم. و بعد از جلسه‌ای که ایشون با در واقع آقای شپان، مسئول در واقع وزیر بهداشت آلمان داشتن، که از اون موقع به بعد ما عملهای الکتیو رو به بعد موکول کردیم و تختای بیمارستان رو برای مریضای کرونایی خالی کردیم و همینجور بخشای مراقبت‌های ویژه رو آماده کردیم، خب
از اون جلسه به بعد اصلا شکل دیگه ای سیستم درمانی به خودش گرفت و من فکر میکنم این یک عامل بسیار بزرگیه در کسب موفقیت حال حاضر آلمان. سپاسگزارم از دکتر پوریا ثابتیان، متخصص جراحی عروق از مونشن گلادباخ آلمان. بابا دولت ترکیه صدها نفر را به اتهام جعل خبر درباره شیوع ویروس کرونا دستگیر کرده، ولی مخالفان میگویند جرم این افراد به چالش کشیدن آمارها و برنامه‌های دولت در مقابله با شیوع این ویروس است. در کشورهای غربی که سیستم‌های بهداشتی توسعه یافته‌تر و آمادگی بهتری برای مبارزه با شیوع کرونا دارند، آمار تلفات و شمار مبتلایان بسیار بالاتر از کشورهایی مثل چین، روسیه، ایران و ترکیه است. فعالان حقوق بشری میگویند حکومت‌هایی مثل ترکیه با کنترل رسانه‌ها واقعیت را از مردم پنهان می‌کنند. ژیار گل گزارش می‌دهد. شیوع ویروس کرونا از چین شروع شد، اما از مرزهای این کشور گذشت. این ویروس بین کشورهای شرق و غرب یا ثروتمند و فقیر تبعیض قائل نمی شود. بیشتر افراد مسن و آسیب پذیر را هدف گرفته. این آخرین آمار فوت شدگان بر اثر ویروس کرونا تا روز جمعه است. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و تلفات در کشورهایی همچون روسیه، چین، ایران و ترکیه بسیار کمتر از کشورهای غربی همچون آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا است. این در حالی است بر اساس ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، بسیاری از کشورهای غربی آمادگی بهتری نسبت به سایر کشورها برای مقابله با شیوع بیماری‌های همه‌گیر دارند. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند بعضی از دولت‌ها با پنهان کردن آمار واقعی وانمود می‌کنند که سیستم حکومتی آنها توانایی بهتری برای مقابله با شیوع بیماری دارند. اکسل عمل مؤثر و معنیدار برای جنگ با ویروس نیاز به حضور روزنامه نگاران برای آگاهی دادن به شهروندان دارد. از تدابیر مسئولان گزارش دهند تا آنان پاسخگو باشند. باید مطمئن شوند چیزی که از مقامات می شنوند با نظر کارشناسان یکی باشد. در بعضی از کشورها شیوع ویروس کرونا به ابزاری برای محدودیت آزادی بیان مبدل شده. صدها روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، دکتر و پرستار به جرم انتشار مطالب یا تصاویری در فضای مجازی درباره شیوع کرونا تحت تعقیب قرار گرفتند. اکثر این افراد از پنهانکاری دولت‌هایشان و کمبود امکانات شکایت داشتند. ویروس کرونا در سراسر جهان بهانه دست حکومت‌های خودکامه داده تا رسانه را سرکوب کنند و هر گزارش مستقلی را حذف. ما شاهد تلاش برای کنترل آمار رسمی در مصر، عراق، ترکیه، ایران و سایر کشورها بوده ایم. علی‌رغم شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه ترکیه از جمله ایران و برخی از کشورهای اروپایی، دولت ترکیه دیرتر برنامه‌های پیشگیری و آزمایش برای شناسایی مبتلایان به ویروس را شروع کرد. هفته گذشته وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که بیش از 200 نفر به خاطر جعل اخبار شیوع کرونا و تشویش اذهان عمومی دستگیر شدند. اما منتقدان دولت میگویند در دو ماه گذشته صدها نفر به خاطر انتقاد از عملکرد دولت به شیوع ویروس کرونا دستگیر شدند. رسانه‌های اصلی با دولت هم صدا هستند. در چند ماه گذشته شاهد بودیم کسانی که در این رسانه‌ها درباره شیوع بیماری حرف می‌زدند، وجود اون رو در ترکیه کلاً انکار می‌کردند. اما دانشمندان تلاش می‌کردند که جامعه رو متقاعد کنند که خطری جدی پیش روست و باید برای مقابله با اون آماده بشیم. دولت ترکیه برای جلوگیری از ازدحام در زندان‌های این کشور طرحی برای آزادی حدود 90 هزار زندانی را تهیه کرده است. اما مقامات ترک میگویند این طرح شامل زندانیان متهم به تروریسم نمی شود. در ترکیه قانون جزایی وجود ندارد. کسانی که دولت آنها را تروریست و تهدید میخواند روزنامه نگاران هستند. اساتید صلح طلب دانشگاه ها را تروریست میخوانند. شهرداران ما را تروریست مینامند. هر کسی با حزب حاکم مخالف باشد تروریست نامیده میشود. بر اساس آمار وزارت دادگستری ترکیه حدود 300 هزار نفر زندانی هستند. بیش از ظرفیت زندان های این کشور.
فعالان حقوق بشری نگران شیوع وسیع ویروس کرونا در زندان ها هستند. در این لحظه به نظر می رسد روزنامه نگاران شامل طرح آزادی زندانیان نمی شوند. ما در نامه از اردوغان خواسته ایم که روزنامه نگاران هم شامل این طرح بشوند. به رهبران جهان نامه نوشته ایم و از آنها خواسته ایم که همه روزنامه نگاران فوراً آزاد شوند، چون که در زندان ماندن روزنامه نگاران همچون حکم مرگ است. در بسیاری از کشورهای دموکراتیک رسانه ها نقش مؤثری در اطلاع رسانی و آموزش شهروندان دارند. بسیاری از دانشمندان بیماری های واگیر می گویند آگاهی شهروندان از مرگبار بودن ویروس کرونا آنان را تشویق به رعایت فاصله با دیگران خواهد کرد که می تواند کاهش شیوع بیماری را به دنبال داشته باشد. ژیارگل، بی بی سی. امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک. ماسای معماریان، ویروس کرونا به اقتصاد و سلامت و روابط اجتماعی لطمه زده، آیا به آزادی بیان هم به همین اندازه صدمه زده؟ به نظرم در کشورهایی که آزادی بیان محترم شمرده نمی‌شد و محدودیت‌های زیادی برای خبرنگارا، روزنامه‌نگارا و کسایی که برها در این حرفه بودن وجود داشت، همچنان وجود داره. ببینید شباهت این اتفاق با اتفاقای دیگه چی هست؟ این هست که در مثلا ماجرای شیوع ویروس کرونا یا کشتار اوباما مثلا در ایران یا سقوط هواپیمای اوکراینی، در تمام اینها دولت ایران سعی میکنه که یک روایتی رو از ماجرا داشته باشه و اون روایت رو کنترل بکنه. در واقع مثلا اگه کشتار اوباما هست، یه سری افراد کشته میشن به خاطر سرکوب و اینها و نمیخوان که اعداد رو اعلام بکنن چون برای چهرهشون در عرصه بین‌المللی بد هست و ممکنه که تبعات دیگه داشته باشه که نمیخوان این اعداد رو اعلام بشه. برای این سعی میکنن که رسانه‌ها رو کنترل بکنن، خبرنگارا رو دستگیر میکنن، به هر حال یک جوری رسانه داخلی رو محدود میکنن که خبر منتشر نشه. همین اتفاق در مورد کرونا هم میفته. چرا؟ چون میخوان که روایت خودشون از اتفاقات کنترل بکنن. در مورد کرونا مسئله این هستش که به هر حال در مورد بعضی از مسائل یک گروه های خاصی رو در بر میگیره. مثلا در مورد حکومت اوکراینی خانواده های محدودتری هستن، در مورد زندانی سیاسی که یا سرکوب های خیابانی افراد محدودتری هستن که به هر حال تحت تاثیر این اتفاقات قرار میگیرن، ولی در خصوص شیوع ویروس کرونا تمام کشور هستن و به هر حال عددهای واقعی، ارقام واقعی، نقد سیاست های دولت برمیگرده به همه این کشور. بنابراین یک خطر بزرگ دولت‌هایی که کنترل میکنن و دروغ میگن به مردم و عدد رقمهای واقعی نمیگن و نگران این هستن که روایتشون به چالش کشته بشه، نگران این هستن که کل سیاست حکمرانیشون به چالش کشته بشه و سعی میکنن دروغ بگن. بنابراین در همین زمان هستش که میبینیم که میان و نه تنها عددا رو قلب میکنن و حقیقت رو مردم نمیگن، باز میرن سراغ خبرنگارا، باز میرن سراغ رسانه‌هایی که میتونن کنترلشون بکنن و سعی میکنن که اونا در برها در سیطره در سلطه تحت سلطه خودشون داشته باشن. در مورد پدیده‌ای مثل رشد اقتصادی قابل درکه که دولت‌ها اعداد رو دستکاری بکنن، یا در مورد شمار کشته‌های یک اعتراض مسالمت‌آمیز، ولی در مورد پدیده‌ای مثل ویروس کرونا چرا؟ در حالی که ما می‌بینیم در کشوری مثل آمریکا شمار کشته‌ها در یک روز از 2000 نزدیک به 2000 نفره و بر اساس بعضی از محاسبات از 2000 نفر هم بالاتر رفته، یعنی چرا باید ترکیه یا ایران یا کشورهای از این دست از این قضیه واهمه داشته باشند؟ به نظرم دلیل اصلی این هستش که این حکومت‌ها نگران این هستن که با نشون دادن اعداد واقعی این به هر حال کشته شدگان و افراد مبتلا به نوع حکمرانیشون زیر سوال بره، مدیریتشون زیر سوال بره، سیستم‌های بهداشتیشون زیر سوال بره، اینکه چرا در این سالها به فکر این مسائل نبودن زیر سوال بره و واقعیت زیادی در خصوص این ماجرا آشکار بشه و مردم در موردش بحث بکنن. در مورد کشوری که شما مثال زدید مثل آمریکا، خب بله، حکومت‌ها، این حکومت در واقع سعیش این نیستش که یک قدم از مطبوعات عقب باشه و این مطبوعات باشن که عدد واقعی رو بگن یا خبرنگارا باشن یا مردم باشن، بلکه خود حکومت هست، خود فرماندار هست، خود رئیس جمهور هستش که هر روز اطلاع رسانی میکنه و کنترل روایت‌هایی که در این زمینه وجود داره رو در دست داره. برای من یه مسئله دیگه هستش، ولی در ایران به نظر من نگرانی عمده از این هستش که به هر حال این نحوه برخورد با ویروس کرونا نور بندازه به نوع سوء مدیریت و عملکرد بلکه در حوزه‌های مختلفی که حکومت داشته.
و خیلی خیلی کوتاه ببخشید، در حد یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. آیا این اتفاقهایی که داره در کشورهای مثل ایران و ترکیه میفته فضا رو به گونه‌ای هم برده که خیلی آزادی بیان اولویت نباشه؟ مثلا جهانی که درگیر ویروس کرونا هست دیگه خیلی به این فکر نکنه که در ایران یا ترکیه یا مثلا چین چه اتفاقی میفته. 100% همینطور هست. به هر حال یک فوریتی داره، یک خطر زیادی داره به هر حال برای کشورها، به خاطر فوریتش هستش که به هر حال محدودیت‌های زیادی هم در عرصه اطلاع‌رسانی انجام به وجود میاد. به نظر من حالا مشخص نیست که چقدر این طول بکشه، ولی قطعا در مدتی که ما با این بحران مواجه هستیم به نظر میرسه که این بحث و مسئله‌ای ادامه داشته باشه. ممنونم از امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک با ما. در چند روز گذشته از هنرمندان خواستیم که برای مخاطبان برنامه 60 دقیقه از آنچه در قرنطینه انجام میدن بگن. امشب از بابک رجبی، آهنگساز و خواننده اصفهانی میشنویم، او که مربی موسیقی کودک هم هست، با شعرهای طنزی که میخونه در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه زیادی قرار گرفته. در مواجهه با شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفتم یک ارکستر آنلاین تشکیل بدم. به این شکل که از هنرجویان، نوازندگان و علاقه‌مندان در صفحه اینستاگرام خواستم که برای من ویدیوهایی رو بفرستن که در اون آهنگایی رو که من قبلا معرفی کردم یا آموزش دادم با ساز خودشون تو هر سبکی و با هر سازی و در هر سنی و با هر رتبه از نوازندگی اینا رو اجرا بکنن و برای من بفرستن ویدیوشو. من ویدیوها رو کنار هم چیدم و تونستیم در آخر به یک ارکستر آنلاین برسیم که مثل که همه دارن با هم دیگه ساز میزنن. بخشی از این ارکستر رو ببینیم. خدا کند که بمانید ای پرستاران، شما هنوز روانید ای پرستاران، ای پرستاران، ای پرستاران، به خاکهای ترک خورده آب می باشید که بذر عشق نشانید، ای پرستاران، ای پرستاران، ای پرستاران، ای پرستاران، ای پرستاران، خدا کند که بمانید ای پرستاران، شما هنوز جوانید ای پرستاران، ای پرستاران، ای پرستاران. کار دیگری که سعی کردم انجام بدم با موضوع کرونا این بود که یک رپرتوار تهیه بکنم از موسیقی دستگاهی ایرانی و در اون 12 دستگاه و مایه آوازی رو با رباعی‌های طنز که بواسطه شعرهای مختلف نوشته شده بود بخونم و در صفحه اینستاگرام خودم قرار بدم، که البته یک ماه و نیم پیش من اولین پست خودم رو گذاشتم و خیلی با استقبال خوبی مواجه شد و تونست تا حدودی مردم رو سرگرم بکنه و همچنین دستگاه و گوشه ها و ردیف های موسیقی ایرانی رو به مردم بشناسونه. یکی از این بخش ها در دستگاه ماهور بود که سعی میکنم براتون بخونم. ای کاش رها کند کناری ها را، مادر زن و با جناق و جاری ها را، خوب است که هوشمند باشد کرونا، ای کاش بگیرد اصل کاری ها را، دل. و همچنین در مثنوی مخالف، باید پس از این فرار معکوس کنم، جای رؤسا تکیه به ویروس کنم،
مایوس ز آینده اما میخواهم هر کس کرونا گرفته را بوس کنم. آی دای هر کس کرونا گرفته را بوس کنم. و در پایان خیلی خوشحالم که تونستم این تجربه رو با شما هم اشتراک بذارم. امیدوارم که ایام قرنطینه و کرونا هم به زودی به سر بیاد. شاد و پیروز باشید. بابک رجبی بود، آهنگساز و خواننده. و اما این هفته مجموعی از تصاویر قدیمی مربوط به دهه 1320 در ایران رو برایتون پخش میکنیم به همراه قطعاتی از ترانه‌های قدیمی مربوط به همون دوره. اولین قسمت از این مجموعه مربوط به تهران قدیم و خیابان‌های لاله‌زار و سعدی است. ترانه پول خروس از جواد بدیعی‌زاده که در زمان خودش بسیار نوآورانه بود این تصاویر رو همراهی میکنه. تهیه کننده این تصاویر خشایار جویدی است. به 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 چه خروسه چه قشنگ است و ملوس. بابا جان یکی یه پول خروس آیان یکی یه پول خروس. ماما جان یکی یه پول خروس. آفتاب لگن گلاب شکر آوردم آقایون صنعت کردم بابا جون خدمت کردم بر فرق عروسک زده ام پر تاوز. بابا جان یکی یه پول خروس آیان یکی یه پول خروس. ماما جان یکی یه پول خروس. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه تا آخر.